خب بعد از کلمات مهم رسیدیم به بخش تصوف و عرفان ای بابا این دیگه چه این وسط ما که جایی تو کتابی چیزی در این باره چیزی ندیدیم مگه ما باید تصوف و عرفان رو یاد بگیریم به نظر من نیازه یه بخشی از این آین یا حالا روش یا مسلک رو حتما یاد بگیریم چون واقعا از صده ششم تقریبا میشه گفتش که از اواخر صده ششم شاعری نیست که آثار یا رد پایی از این تصوف و عرفان در شعرش دیده نشه از اونجایی که یکی از مباحث مهم ادبیات قنایی هم همین تصوف و عرفان هست بر همه واجبه که این بخش رو یاد بگیرن واجبه حالا آقای حسن خانی خود تصوف چیه؟ اصلا از چی گرفته شده؟ تصوف همونطور که از اسمش پیداست البته براش دو سه تا وچه تصمیه گذاشتن وچه تصمیه یعنی اینکه یک دلیلی برای این اسم وجود داره یکی اینکه این تصوف رو از سوف مشتق میدونن خود سوف لباس پشمی بوده که این عرفا یا صوفیان بر دوششون مینداختن یا لباسشون بوده کلا چرا حالا پش برای اینکه یکی از این میشه گفتش که یکی از رسوم اینها ریاضت کشیدن بوده ریاضت کشیدن میتونه حالا در غذا خوردن باشه در نوع زیست باشه اینا حتی لباس پوشیدنشون رو هم یه جوری بر میگذیدن که با چی همراه باشه با عذاب همراه باشه از جنس پشم میپوشیدن که مدام تنشون رو بخوره همین امروز هم اگر لباس پشمی پوشیم زیرش چیزی نپوشیم تن ما رو اصطلاحا میخوره و مدام در عذابیم مونتا همین خرقه که همین به حال صوف یا از جنس پشم دیگه بعدها به نوعی یه جزء اصلی این میشه گفتش که اهل تصوف و عرفان میشه به ویژه در ادبیات ما خب پس یک دست اعتقاد دارن که خب این از اون جنس مثلا صوفه یا پشم این صوفیه گرفته شده یک عده میگن که این از صفا میاد به معنی پاکی و تصوف یعنی کسی که قلبش رو پاک یا تصفیه میکنه و یه عده دیگه هم میگن از صفه گرفته شده صفه در معنای سکو هستش خیلی از مهاجرینی که از مکه به یسرب یا همون مدینه سفر کردن خونه و زندگی نداشتن بی پول بودند بعضی از اون انصار به اینها مدد رسوندن بهشون جا و زندگی و خونه دادن ولی خب یه ده که خونه زندگی دیگه یعنی تو اولویتهای شاید آخر بودن روی صفه مسجد پیامبر روزگذران میکردن و برای همین بهشون اهل صفه میگفتن خیلی میگن این تصوف هم از این گرفته شده حالا در مجموع خواستم بهتون بگم که داستانش این بوده حالا اینا گروه یا یه مشربی بودن که طبق این چیزی که گفتیم باورشون بر اساس مباحث دینی و هنری بوده چرا میگیم هنری؟ نتی گفته خود من نیست گفته همون استاد شفی همون میمسرش که هست که گفتن یه نوع نگاه هنری به الهیات هست این عرفان یا تصوف ببینید بچه ها اگر درس هفتم سال یازدهمتون رو مثلا به یاد داشته باشید آقای نجم دین رازی معروف به همون شیخ دایه که اون کتاب مرساد و لباد رو نوشته و درباره مثلا آفرینش انسان صحبت کرده ببینید چقدر هنری صحبت کرده یعنی اون چیزی که اون گفته با اون چیزی که شاید در روایات هست زمین تو آسمون متفاوته اون یه نگاه میشه گفتش که تری داره یک نگاه احساسی تری داره تا نگاهی که یه ذره همچین عقلانی بخواد باشه به نوعی خدایی که مثلا در عرفانم هست یه خدای مهربانی هست خدایی هستش که حالا به قول امروزی هم میگن گوگولی مقدار چون خیلی این خدا صفات رحمانیتش و اون صفات دارای محبتش خیلی غلبه داره بر صفات قهاریت یا همون صفات میشه گفت جبار بودن خداوند برای همین عرفان یه ذره نگاه هنری داره و ما یه چیزایی رو در عرفان میبینیم که یه ذره هضمش برای ما شاید دشوار باشه اما بر پایه مبانی دینی شکل گرفته یعنی اصطلاحاتی هم که دارن این اصطلاحات برگرفته از دین اسلام هست که چندین قرن بر اشعار فارسی سایه سنگین داشت پیروان این مشرب و مکتب را صوفی عارف می‌نامند مراسم و آین و اصطلاحات خاص این گروه در شعر تمام شعران مشهور تقریباً صده ششم تقریبا نه همه و بعدش میشه گفت در شعر باقی شاعرها دیده میشه فهم شعر فارسی بدون درک و شناخت این مکتب و گروه ناقصه برای همین ما اینجا داریم اینو توضیح میدیم چون یه بخش مهمی از ادبیات قنایی هم هست خب در اشعار و نصرهای صوفیانه انگار نظم طبیعی و ذهنی و عادت معلوف ما به هم میریزد مفاهیم و شخصیت ها یا تیپ های اجتماعی که مقدسن یک بار در شعر عرفانی فرو میریزند مثلا چی؟ اینجا آوردیم که البته واعظش دوبار تکرار شده واعه زاهد امام شهر یا همون امام جمعه فقیه قاضی شیخ بازم هستم مثلا مفتی به من فتوا دهنده همه ای اینها در اشعار امثال سنایی و عطار و مولانا و سعدی و خاج و حافظ چی هن؟ منفی برعکس اون چیزی که باید اینا یه شعنی داشته باشن اینا همه منفی هن. ابیات معروفی هم هر کدوم دارن دیگه. مثلا حافظ میگه درباره واعظ میگه زاهد میگه واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند یا از مجلس وعظ بسیار حافظ دل میشه گفتش که دل است که میگه مجلس وز دراز است و زمان خواهد شد زاهد چقدر به زاهد فش و بد و بیرا گفته شده در تمام ادوار تقریبا شعر فارسی این تنز درباره زاهد دیده میشه امام شهر این باز حالا کمتره ولی باز در اشعار حافظ و خاجو ما میبینیم اینا رو فقی همینطور قاضی و شیخ به همین ترتیب هستن که اینا در شعر امثال اینها اون مفاهیم ذهنی یا اون داشته های قبلی ما و پیش فرض های ما رو به هم میریزن ببینید حافظ خودش میگه میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب گفتیم این مفتی به معنی فتوا دهنده است عالم دیگه به معنی فتوا دهنده میخور که شیخ و مف... حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر میکنند خب این حالا درباره این تزویر حسابی بعدا دربارهش صحبت میکنیم که یکی از میشه گفتش تم ها یا در اون مایه هایی که حافظ در اشعارش به ویژه و حالا به کار بردن ریاستیزی هست همین خرقه ای که گفتیم همین خرقه بعدا نماد ریا میشه که لباس این صوفیان یا عارفان بوده چون زیر اون خرقه هزار تا کار میکردن خب حالا در مقابل اینها شخصیت های فرودین پست و فرودست جامعه مقام بالا پیدا میکنن کیان اینا رند قلندر، ایار، میخاره و غیره نظرباز نمیدونم همه اینها مقام بالا پیدا میکنن رند اگر حالا بخوایم برابری بذاریم همین لاتولوت های خودمون میشن قلندر هم یه گروهی بودن که اینها برای خودشون میگم خیلی اهل زن و بچه و اینجور چیزا نبودن برای خودشون جایگاهی به نام قلندر داشتن که اصلش البته بهشون میگفتن قلندری خب یه جایی بوده به نام قلندر اونجا جمع میشدن خیلی آین های عجیب غریبی داشتن از جمله دخانیات هم بوده مواد مخدر رو اولین بار اینا به نوعی خیلی بابش میکنن و وارد ادبیات میشه ایاران هم یه گروهی بودن مثل مثلا رابین هود و بروچه ها که از ثروتمندا دزدی میکردن میدادن به بیچیزا و ناتوانا میخارا هم که دیگه واضحه دی اینا همه تو شعر حافظ مثبته مثلا این واژه رند من اون دقیق یادم و سه چهار بار فکر کنم در دیوان حافظ اومده عین اون هشتاد و چند بار هم مثبته. در عوض هر جا زاهد هست منفیه این دوتا میگم اون نظم و عادت ذهنی ما رو به هم میرزن حالا چرا رند و قلنده و ایار در نظر امثال و حافظ مثبتن چون اونها آن چیزی که مینمایند هستند یعنی آن چیزی که نشون میدن و بروزش میدن همونن اما اینا نه اینا آن چیزی که نشان میدهند نیستند در باطن برای همین نزد بسیاری از شوهرهای ما اینا منفی هن. بردر میکده رندان قلندر باشن هم رندن هم قلندرن اینا ببین چه قدرتی دارن که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی افسر هم که خوندید به معنی تاج اینا انقدر قدرتمندن که ستانند میگیرن و میدند تاج شاهی رو به این و اون و اینقدر در نظر حافظ ارزشمندن نه تو کنم چرا خاجو باشه خب انگار اندیشه های عرفانی توقیان یا خروشی علیه همه ساختارهای پوسیده است که در یک جامعه ریازده رو به افول و تباهی شکل گرفته پس مبارزه با ریا یکی از مزامین مهم عرفانی است خیلی الان شاید حس حافظ رو درک کنند. یکی از نمادهای ریا در اشعار صوفیان همین خرقه است که گفتیم پس بسیار بسیار اینا از خرقهشون شاکی بودن چون این خرقه اون میشه گفت ظاهر صلاحی بوده که شاید خیلی ها رو گول میزده اما اینا ازش ناراحت و دلگیر بودن که حالا این خرقه پشمینه میگفتن اسمای دیگه هم مثل مرقع داشته چون وصله زیادی بهش میدوختن هزار میخ هم اصطلاحا میگفتن هزار تا وصله بهش میزدن و دلق اینم مهمه یعنی خرقه و دلق زیاد به کار میره شعرهایی مثل حافظ بارها و بارها از خرقه خود اظهار ننگ میکنن و حاضرن آن را بسوزند یا به گروه میخانه بذارن یعنی اونو بدن در ازا شراب بگیرن بیا و خرقه بفروش و به میده که صدایی از این خوشتر نیابی از شاه نعمت ولی هست کسایی که ماهان کرمان رفتن احتمالا اونجا دیدن این رو مقبره شانه نعمت در کرمان اگر اشتباه نکنم ماهان بود اگر اشتباه نکنم باغ شازده ماهان هم که معروفه دیگه بیا و خرقه بفروش و به میده یعنی در ازای می خرقت و بفروش که سودایی از این خوشتر نیابی بینید که یکی از معانی سودا تجارت بود دیگه اینجا هم به معنی فکر هم به معنی تجارت یعنی یه جور ایهامه چون خرید و فروش داره میکنه دیگه بفروش اینو و در ازاش می بگیر که از این صدایی خوشتر نباشه این شانه الله ولی بر حافظ هم تأثیر گذاشته یه کمی پیش از حافظ میزیسته خب به مانند شخصیت های منفی که مثبت میشدن و برعکس یعنی اون رنت ها میشدن شخصیت مثبت یا ها و شخصیت مثبت ها که منفی میشدن در شعر و نصر عرفانی عناصر و رسوم مذاهب و دین های مختلف هم همین اتفاق می افتاد براشون یعنی ما بارها می بینیم که طرف میگه من از مسجد دیگه میخوام ب... می برم به میخونه دیگه بستمه مثلا این البته فکر نکنید کفرگوییهان ها این همون توقیان علیه اون ریاه تغیان توقیان علیه اون ساختارهای پوسیده که همه چی رو به هم زده بوده دیگه دیگه درست از نادرست واقعا تشخیص داده نمی شده که دیگه ما تقیان رو در اشعار شاعران به این ترتیب می بینیم همین امروز هم هستم فکر نکنیم مثلا این چیزا دیگه تموم شده رفته شما, شما در شعر من به خال لبته دوست گرفتار شدم چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم شعر کیه این؟ بله شعر امام خمینیه امام خمینی هم میگه میگه در میخانه گشایید برویم شب و روز که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم نرید روی, مثلا مدرسه برد مدرسهتون اینو بزنید بعد بگید ما مدرسه نمیایم میخوایم بریم میخونه مثلا بریم مثلا دیسکو مثلا بریم نمیخوایم دیگه بر به استناد این حرف مثلا امام خمینی این شعر امام خمینی ما دیگه مدرسه نمیایم البته الان که کرونا خدا رو شک یا مثلا چه میدونم روی صفحتون اینو بذارید بگید من از مسجد و از من نکنید این کارو حالا اینا همش تو عالم عرفانه بله پس داریم که همین امروز هم تو شعر امام خمینی که میگه من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم میخوام برم کجا به میکده پس در شعر امثال حافظ و مثل حافظ هم یه همچین چیزهایی بوده رسم بوده اصلا که اینا رو به کار ببرن پس آین دیگر دین ها به نوعی انگار ارزش و اعتبار پیدا میکنه مقان شاید شنیده باشید سرای مقان دیر مقان به معنی زرتشتیان است از مغ گرفته شده دیگه حالا چرا این مقان رو اینا انقدر به کار بردن میگم بهتون موقبچه بچه اصلا رمز و نماد همون پیر و راه نماس. هدایتگری میکنه تو یه شعری حافظ داره میگه دوش رفتم به در میکده خوابالوده خرقه تردامن سجاده شرابالوده آمد افسوس کنان مقبچه باده فروش گفت بیدار شوی ای ره روی خوابالوده شست و کن آنگه به خرابات خرام تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده ای بابا مغبچه اومده به حافظ میگه بیدار شو داره بهش تلنگر میزنه میگه برو خودتو شستشو بده خودتو پاک کن بعدن بیا توی خرابات تا از تو این دیر خراب آلوده نشه عجب مگه میشه همچین چیزی ادامه داره خیلی جالب این ها ادامه شو بخونید اینجا دیگه وقت گرفته میشه اما این مغبچه نماده میشه گفت کسی که تلنگور میزنه کسی که آگاهه و دیر موقان جایی که جای پاکیه اونجاست که حافظ محترم هستش اونجاست که برای حافظ جای مطلوبه یا امثال حافظ مثل خاجو مثل سنایی حتی پیر موقان همون راهنما یا همون خزره آین طریق از نفس پیر موقان یافت دارید دیگه تو درس هشتم درس مرحوم ابراهیم باستانی پاریزی آین طریق از نفس پیر مغان یافت کی؟ آن خزر یعنی خزری که خود شخصیت دینی هست خب بعد فرخ پی هم بهش میگن یعنی هر جا قدم میذاشته سبز میشده آین طریق از نفس پیر مغان یافت آن خزر که اه... یادم رفته حالا بیتشو آن خزر چی خود پیش نام نهادن نا نه نا. حالا یه همچین چیزی بود دیگه توی اون درس اونجا هم پیر مغان در برابر خزر برتری داره ارجه خب یه چیز دیگه هم که از زونار هست که این کمربند زرتشتیان بوده که این هم در برابر خرقه می اومده یعنی همونطور که خرقه لباسی بوده که بیانگر دین مثلا یا آین یک صوفی بوده اون زنار هم بیانگر مشرب یا دین یا آین مغان بوده حالا جالب اینا با هم ترکیب هم میشن یعنی یه عده بودن زیر خرقه زنار داشتن دیگه اینا آخر ریا بودن که زیر خرقه زنار میبستن که کسی نبینه اون زننا رو عوضش چی رو ببینه خرقه رو ببینه برای همین اصلا در همین دوره هستش که یه چیزی به نام مشربی یا حتی میشه گفتش که یک گروهی به نام ملامتیه به وجود میان که خودشون رو در برابر مزان اتهام دیگران قرار میدن در مزان حجم و اتهام دیگران قرار میدن چجوری یعنی توی محرم از دهنشون رو می, می به این بهانه که یعنی به, به این میشه گفت هدف که ما مثلا روزه نیستیم در حالی که علکی ملچ مولوچ میکردن به قرار امروزی یا توی جام سرخ مثلا آب میریختن میخوردن خودشون رو به مستی میزدن یعنی ما شراب داریم میخوریم اینها هم البته نمیشه تایید کرد در برابر اونایی که ریا میکردن بگیم اینا کار درست میکردن نه خودزنی هم درست نیست ریا هم درست نیست برای چی آدم خودشو در حجم و سیبل انتقادات و بدبینی دیگران قرار بده همون چیزی که هستی باش بهتره دیگه خب پس این کمربند زرتشتیان هم اینجا نماد اون ریاه هستش دیگه که میگم زیر اون خرقه بسیار بسیار بهش اشاره شده که یه عده این ریاکاری رو انجام میدادن یا مثلا بوت زیر خرقه داشتنم، هم مزمون با این زیاد دیده میشه حافظ یه جا میگه بی زلف و صوفی را به پابازی و رقص آور که از هر رقعه دلغش هزاران بوت بی میگه این زیر این خرقهش بوت داره بوت پرست این بابا منتها همه را زیر چی؟ زیر این خرقه پنهان کرده خدا زان خرقه بیزار از صد بار که صد بت باشدش در آستینی جای دیگه میگه چند پندم دهی ای زاهد و وعظم گویی خب پندم دهی یعنی به من این مطمم دیگه یعنی به من پند دهی ای زاهد و به من وعظ گویی وعظم یعنی نصیحت دلق و تسبیح تو را خرق و نار مرا اینا برای تو باشه اینا برای من باشه دلق همون لباس و تسبیح هم که تسبیح دیگه باش سبحان الله سبحان الله میگفتن این از این یه چیز دیگه هم که در شعر این دوره میبینیم خرابات یا میخانه است که این هم مثل همون دیر مقان مقدسه پیر مغان گرت به خرابات ره دهد قربان او زجان شو و کیش مغان بگیر اگر پیر مغان مثل همون در برابر خزر که گفتیم میرزا حبیب خراسانی تو درس هشتم آورده تو رو به خرابات برد بدون داره کار درستی میکنه قربان او زجان شو و قربونیش بشو و کیش مغان یا آیین مغان رو بگیر آیین یا مذهب این زرتشتیان رو تو بگیر بعد اینجا البته بچه نکته در قربان و کیش هم هست چون نمیدونم توی ایام تناسب گفتیم یا احتمالا گفتیم یکی از معانی قربان کماندانه یکی از معانی کیش تیردانه یعنی تیرشون رو در کیش میگذاشتن و قربان هم به کماندان بوده که اینجا با هم ایام تناسب میسازم خب حال که سخن از خرابات یا میکده شد و سخن از پیوند آن با ادبیات عرفانی است بد نیست به برخی از اصطلاحاتی که به میکده مرتبط است و با ادب عرفانی ما نیز گره خورده آشنا شوید با خودتون میگید به به عجب جلسه یه این جلسه میکده خمخانه میخانه خرابات خانه خمار خدا خرابات ما رو به خیر کنه خب خوم خانه که میگیم این از خوم گرفته شده خوم یا خمره اون سفال بزرگی بوده که شاید بخشش هم در زمین میگذاشتن یا کامل در زمین میگذاشتن و شراب مینداختن نه برای نگهداری شراب بوده شراب رو توش به عمل می آوردن و این وقتی میجوشیده دیگه وقت رسیدنش بوده درش هم با یه گلی به قول امروزی یا وکیوم میکردن که هوا نخوره میخواستن شراب رو بردارن اون درش رو میزدن میشکستن اون چیزی که میریخت زمین رو بهش گفتن خشت میکده ها این شما با اصطلاح خشت میکده ها اگر روبرو شدید بدونید اون خورده های روی خم ها بوده که شکسته شده پس اینجا در خرابات مقان گر گذر افتد بازم حاصل خرقه و سجاده روان در بزن. اگر یه بار دیگه گذر من به خرابات افتاد این میم به گذر برمیگرده دیگه در خرابات مقان گر دوباره گذرم افتاد حاصل اون چیزی که از خرقم و سجادم به دست آورده بودم همه رو یک جا خواهم با همه رو میدم در ازاش اون چیزی که میدونید و میگیرم در خرابات موقان نور خدا میبینم ای داد بیداد خودش هم داره میگه این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم ببینید چقدر عجیبه کجا و تو تو مسجد نور خدا رو نمیبینی تو مکه نمیبینی میری در کجا میبینی در خرابات مقان میبینی ببین چقدر اون ساختارها رو به هم زدن این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم بعدی دور هستش که اینم خیلی پرکار برده ناسافی و تهنشین شده یه. شراب که از غذا گیرایی بیشتر هم داشته این ته چایی شاید امروز دیده باشید چایی که میخوریم با توجه به آبهای بسیار استانداردی که در بعضی از نقاط داریم تهش مینه یه چیزایی مثل انگار شکر ریختن چایی شیرینه فکر میکنی هم میزنی مینی نه شیرین نمیشه اونا رو لرد ما بهش میگیم حالا شاید در زبانهای مختلف لحجه های مختلف متفاوت به کار ببرن در شراب اینو بهش درد میگن و با درد هم مواظب باشید اشتباه نگیرید ای پیر مغان شربت هم از درد مغان هار دوباره از پیر مغان میخواد که شربتی از درد مغان بده میخواد گیرایی بیشتر داشته باشد اووردوز کنه احتمالاً و از درد من خسته موغان را به فقانار. اینجا من بین درد و دورد جناس ناقص ساخته بعدی سبوه که خیلی باز پر کار برده شنیدید ولی به چه معناست شراب صبحگاهی بسم الله مگه شراب صبحگاهی داریم بله این دوستان که شب این رو زهرمار میکردن سردرد میگرفتن و میخوابیدن صبح که بیدار میشدن برای دفع اون سردرد میگفتن چیکار کنیم بله باز یه شراب دیگه بنوشیم که میشده شراب صبحگاهی یا همون صبو چه خوش باشد آواز نرم هزین به گوش حریفان مست صبو به گوش حریفان این حریفان هم این دوره همون همنشینان شرابه که قبلا گفتیم این آواز نرمم که حسامیزیه چه خوبه آواز نرم هزینی باشه چون با شراب موسیقی هم همراه بوده یکی موسیقی یکی هم کباب بوده یا همون نقل یا مزه به گوش حریفان مست سبو اصطلاح بعدی که خب حالا به کار میرن ظروف شرابن از جمله قده، رتل، ساغر، پیاله من و هم صحبتی اهل ریا دورم باد من و هم صحبتی اهل ریا بهتره اینجوری بگیم دورم باد من با اهل ریا هیچ همنشینی ندارم خدایا دور کن از ما از گرانان جهان رتل گران ما را بس گران سنگین یه جاهای گرانی یا گرانجانی به معنی اینه که ادای پاستوریزا را در میارنه خب اینا رو بهش مفتن گران یا گرانجان میگه اگه قرار ما با گرانی باشیم بهتره با رتل گران باشیم چرا میگه رتل گران این قده که ما اینجا آوردیم اندازه ظرف مثلا آبگوش خوری مثلا هست اما رتل بزرگتره ظرف میشه گفت آبدوخیار که توش مثلا بزرگتره حجم زیادی داشته برای همین رتل گران هم میگفتن من و هم صحبتی اهل ریا دورم باد اگر قرار با گرانی با آدم پاستوریزهی، ای اونوقی بد اخلاقی هم نشینشم رتل گران بهتر از باقیه پس این هم ظرف شرابه بزم صبوهی ز قده برفروز دوباره میگه جشن شراب صبحگاهی رو با چی با جام شراب که همون قده باشه این قده نخونی قده برفروز رایت اشرت به چمن چمن هم دیگه نه لطفا پرچم خوشی و شادی رو برو توی باغ برپا کن یعنی بساتو توی باغ بچین که بر بچه ها بیان بعدش مل باده صحبا اینا همه معنای شراب دارن دیگه بلای خمار است در عیش مل سلحدار خار است با شاه گل میگه اگر شما عیش شراب داشته باشید یعنی خوشی شراب خوشی شراب خاری. اگر اینو داشته باشید به خمار یا بلای خمار هم از عوارزشه یعنی روی این شراب ها امکان داره درباره عوارزش نوشته باشه که بلای خمار داره کمتر مصرف کنید مثلا امکان داره این خوشی اون ناخوشی رو در بر داشته باشه و سلحدار خار معمولا با شاه گله یعنی گل شبیه یه شاهیه که خار مثل چی میمونه سلاحدارش میمونه یعنی بدی و خوبی با هم هست گل و خار یا بدی و خوبی هستش به مناسبت این خمار این نکتم حالا شاید های اهمیت باشه که شاید شما اولا نشعه رو تو درس نهم همین دوازدهمتون دارید دیگه حالت سرخوشیه همون چیزی است که امروز ما نعشه میگیم بعضی هم فکر میکنن با این باید نوشته بشه اما نه اصلش همین نش است خمار همینطور که اینجا گفتیم سردرد حاصل از اون شراب است نش حالت سرخوشیه یعنی برعکس اون چیزی که ما امروز به کار میبریم میدین؟ نعشه کسیه امروز میگیم نعشه کسیه که مثلا مواد بهش نرسیده میخواد که به اون مواد برسه ولی خمار کسی که مواد بهش رسیده مثلا استفاده کرده در یه حالت خوشی برای خودش به سر میبره این دوتا تقریبا برعکس شده باید بدونید تو شعر گذشته این نیست حواستون به این قضیه باشه که خمار سردرده که بعد از خوردن شراب شراب شرابخور آرز میشه و نشعه اون حالت سرخوشی که پس از نوشیدن شراب دست میده این بعد حواسمون باشه اینا در مجموع اون اصطلاحات مهم عرفان و تصوف بود که امیدوارم به کارتون بیاد و خوب بتونید ازش استفاده کنید چون بخش مهمی از شعر فارسی گفتم گره خورده با این اصطلاحات تصوف